دیگه کریسمس شده و دیگه باید ویدیوهای کریسمسی بگیریم. پس امروز اومدم شهر تورکو فنلاند رو بهتون نشون بدم که ببینیم چجوری واسه کریسمس تزیینش کردن و چجور واسه کریسمس آماده شده. پس بدون حرف زدن بزن که بریم. Let's go. اولین جایی که میخوام بهتون نشون بدم یولوتوریه که وسط شهر قشنگ تورکو قرار گرفته و کلن همگی دارن ازش بازدید میکنن و تزیینش کردن واسه کریسمس و اینا. خودم هم واسه اولین بار میخوام برم داخلش تا نرفتم، گفتم بذارم با شما برم که سورپرایز بشم چی دارن. خب وقتی واردش میشیم اولین چیز که اینه واسه بچه هاست، این چیزا رو دارن، مثل اینکه اونجا آهنگری میکنن به سبک قدیمی. یکم بریم جلوتر کتاب متاب و اینا دارن، یه کافه ما فکر کنم اونجا گذاشتن و میتونه آدم چیل بکنه و راحت بشینه. فکر کنم اینجا کافش باشه. آره اینجا سرقن کافش و آدم میتونه چیل کنه و بشینه و راحت. ولی خدای من الان اینجا دستام داره یخ میزنه و دستکش نپوشیدم. بیا اگه بخوام اینو بهتون نشون بدم که کامل یخ زده نمیشه نشست. اونجا هم یه توپ اینگار گذاشتن، بریم اونجا ببینیم چه خبره. مثل که اومدن اینجا یه توپی اینجا گذاشتن، داخلش رو پر حالا برف مصنوعی کردن. اونجا هم یه خونه حالا یه اتاقه که درست کردن بحال بد نیست. پشت این توپ هم یه منظره واقعا قشنگیه، کلیسای ارتودکس فکر کنم. اون بالاش هم دارن نور حالا پردازی کردن، خیلی باحال. اگه نمو زوم بکنم واسه تو نمو بکنم، حالا نور پردازی برف باحاله. و اینکه این احساس کریسمسی رو فوق العاده من دوست دارم. ولی خب من چون که سال قبل داخل فنلاند نبودم و داخل اسپانیا بودم، اگه ولوگای اسپانیا رو ندیدید برید حتما ببینید اینجا یا اینجا بالا میاد. بریم جای بعدی ببینیم جای بعدی چه چیزای تزیین کردن و اینا. راستی بهتون نشون ندادم این توپه که اینجا بغلش، یعنی اینجا درخت کریسمس گذاشتن و اونجا هم درختای کریسمس کوچیک موچیک گذاشتن که آدم میتونه بره یه چرخی بزنه و ببینه چجوره. نگاه بکنید، به 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 به، یعنی آدم آرامش انگار داره داخل طبیعت قدم میزنه. این جلو رو که شما میبینید خیابونه که مستقیم میره، اونجا بهش میگن کاوروکاتو داخل تورکو. قشنگ خیابونه وسط شهره و همه از اینجا رد میشه، یعنی قشنگ ماشینی اینا داخلش نمیره، فقط کسایی داخلش میرن که پیادن و اینا. و جاده ای که وسط شهر است و تزیینش کردن همونجور که میبینید این بالاهاش اومدن تزیین کردن. اونجا هم الان میریم جلوتر، اونجا کادو مانند درست کردن و فوق العاده است. همونجور که میبینی تا آخر این خیابون همجوری اومدن کادو بندی مثل اینا کردن و همچنین اون بالاها رو تزیین کردن. یه چیز باحالی که هست اون استوکمن رو میبینید اونجا، نگاه کنه اومدن کامل LED بر LED زدن و دیگه واقعا قشنگش کردن. اینجا اومدن کلا کاستومایز کردن واسه مثلا کریسمس و اینا، همونجور که میبینید با دیتیل هم اومدن تزیین کردن. مثلا اینجا شاه، اینجا هم مثلا پرنسس چی بهش میگن، اینجا هم دیگه همه برای بچه روستا ریختن و جنگل منگل و اینا. و خیلی باحاله، معمولا هر کس اینجا رد میشه میاد یه نگاهی به این میندازه. خیلی باحال درستش کردن، هر سال هم مثل این که درستش میکنن طرح جدید میذارن. جای بعدی که میخوایم بریم داخل این مرکز خرید وسط شهره که ببینیم مرکز خریداشون رو چجوری اومدن تزیین کردن و اینا. و فکر کنم مثل هر سال اومدن LED ملیدی گذاشتن، ولی خودم هم الان برم ببینم چجوری ببینم مثل قبل یا نه. میبینیم که یعنی از سقف و دیوار و نمیدونم همه جا اومدن نور پردازی کردن و احساس میکنم مثل سال قبلیه، چون که سال قبلی هم دقیقا همینجوری اومدن نمیدونم نور پردازی کردن و اینا و فکر نکنم اصلا چیز جدیدی بهش اضافه شده باشه. دارم تمام سعیم میکنم از زیبایی اینجا بگیرم واسهتون. نورپردازی هایی که میکنن یعنی نمیدونم، یعنی از در و دیوار و سقف و همه جا اومدن یه لامپ LED اومدن بس کردن و کلن چراغونی کردن. یعنی هر چی بیرون تاریکه اینجا چراغونی، اصلا نامسته اینگار پیغمبر ظهور کرده اینقدر نورانی اینجا. او ببین مثل که اونجا راه نمو کن، اونجا میشینی عکس میگیری. خیلی بالا پشتم قشنگ رو نیمکت ها رو میزایی که اونا
نشستن. کلا بک‌گراند قشنگی داره، عکسای اینستاگرامی باشه نامسر. خب یه پاساژگردی بس بریم بیرون، میخوام یه جای فوق‌العاده رو بهتون نشون بدم. کل شهر یه جورای زیر پاتونه. فوق‌العاده منظره قشنگی داره. من خودم خیلی ازش خوشم میاد. اگه بخوام یه جورای بهتون نشون بدم که کجاست، اون بالاست. اون بالا اونجاها. بریم دیگه سمت اونور که بریم اون بالا بهتون نشون بدم چه شکلی هستن. درش اونجاست و از اونجا بریم داخل و با اون آسانسوری که میومد پایین همین الان بریم اون بالا. ولی خلاصه خب اول و از اینجا بریم داخل که بریم ورود رو بزنیم ببینیم چه خبره اصلا. به به، بریم داخل. خب الان رسیدیم جایی که باید باشیم و بهتون قول دادم. نمیدونم میتونید از اون گوشه حدس بزنید یا نه که الان کجا مثلا اصلا چیکار میکنم این بالا رو آسمون اوه باشه. یه دوربین رو برگردونم خودتون ببینید. اینجا جایی نیست به جز این که بام ترکو بشوین. چی بشوین؟ این کل شهر زیر پات نامسر. کل منظره ترکو رو از اینجا دارید نگاه بکنید. بذاره چند تا شات واسه تون از اینجا بگیرم بدونید چقدر قشنگه این منظرش. و داخل تابستون انقدر آدم اینجا میاد که اصلا جا نیست و معمولا انقدر هم صفحش بلند میشه که دیگه اصلا فکر کنم مردم باید رزرو بکنه، از یک ماه قبل رزرو میشه یا نمیدونم از چند هفته قبل رزرو میکنن. و همونجور که میبینید الان اینقدر برف نشسته اینجا که الان سرده، همه داخل نشستن. یه دونه اینجا داره که بیرونه، فضای بیرونیشه، یعنی اون بالا یه دونه هم طبقه پایینشه، دورش بسته است و راحت آدمو میتونن بشینن و راحت چیل بکنن و حالا نوشیدنیشون بخورن. اینجا بیشتر باره، یعنی کسایی که میخوان حالا بیان مشروبات الکلی بخورن اینجا. همچنین بیشتر کسایی میان که میخوان کل ترکو رو ببینن، یه جوری ترکو زیر پاشون باشه. یعنی اینقدر قشنگه اینجا، یعنی اینقدر ویو قشنگی اینجا داره اصلا زبون قاصره. بریم یه جای آخری رو میخوام بهتون نشون بدم که اونو واقعا کیف میکنید و واقعا از پشیار. Let's go. خب رسیدیم به آخرین جا که اینجاست. این پلی که سال تحویل داخل فلان داخل شهر ترکو روش آتیش بازی میکنن، روش نه ولی پشت اونا ترقه ورقه میندازن و اینا. همین الان که میبینید این رودخونه کامل یخ زده و اون کشتیایی هم که میبینید معمولا باره، میرن مردم داخلش مشروب پشروب میخورن. ولی خب الان اینجا کامل یخ زده، اینجا هم که همونجور که میبینید پل و سال تحویل اینجا کامل پر میشه، اینجا تو آخر پر میشه و اینو که بهتون نشون بدم این کامل پر میشه. ولی یه چیزی که این پول در موردش هست اینه که من سال قبل رو بیشتر طرحشی دوست داشتم. سال قبل یه اژدهایی گذاشته بودن بالای اونجا، ولی خب الان نیست، الان طرحش اومدن عوض کردن و انگار این درخت مرختش کردن. من خوشم نمیاد از طرح امسالش، ولی خب امیدوارم که شما خوشتون میاد دی ازش. شما که سبز این جنگل احساس جنگلی میخوان به آدم دست بدن. نمیدونم چرا کلن زدن داخل فاز جنگل، ولی خب خوشم نمیاد زیاد از تر امسالش. همونجور که گفتم و تر قبلنش خیلی بالتر بود. نگاه بکن یه اجدایی بود این بالا بس کرده بودن، از دهنش هم حالا نمیدونم یه آبی در میومد، نمیدونم چی در میومد و خیلی بالتر بود و انگار هزینه شده بود واسش. ولی خب امسال اومدن فقط یه چند تا چیز گذاشتن، هزینه اونجوری نکردن که خیلی زیاد قشنگ باشه. و اینم بود از آماده شدن واسه کریسمس شهر ترکو فنلاند. امیدوارم خوشتون اومده باشه از این ویدیو کوچیک. و اگر این ویدیو رو دوست داشتید حتما کانال ما رو سابسکرایب و لایک کنید. اینستاگرام منم یادت باشه حتما فالو کنید. و تا ویدیو بعد خدا نگهدارت.